درود بر شما دوستان عزیز به برنامه بشارت خوش آمدید بنده افشین گرمی هستم در خدمت شما و امروز می‌خوایم از کلام خداوند یه پیامی رو داشته باشیم تا بتونیم به خداوند نزدیک بشیم افکار خداوند رو بدونیم اراده خداوند رو بدونیم و بتونیم مطیعش باشیم و خداوند رو جلال بدیم خدایی که شایسته جلال یافتنه پس می‌خوایم از اعمال رسولان باب یکم از آیات شش تا هشت میخوایم بخونیم و پیامی رو داشته باشیم پس اعمال رسولان باب یکم آیه شش تا هشت میه پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده گفتند ایمانداران جمع شده بودند از عیسی مسیح سوال کردند و گفتند خداوندا به عیسی مسیح رو خداوند خطاب میکنند نه حضرت عیسی گفتن خداوندا آیا این آیا در این وقت در این وقت یعنی همین الان ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت ملکوت اسرائیل یعنی پادشاهی که اسرائیل پادشاه کهنه که باشه در زمین بر تمامی دنیا بتونه سلطنت کنه خداوند وعده داد که اسرائیل بر روی زمین امت کهنه خواهد بود همه دنیا را هدایت خواهد کرد نوری خواهد بود برای تمامی دنیا متاسفانه اسرائیل نتونست این کار رو این وظیفه‌ای که بهش سپرده شده بود انجام بده و بنابراین عیسی مسیح اومد از اسرائیل و نماینده اسرائیل شد و عیسی مسیح شد نور عالم و تونست بر تمامی دنیا نور خودش رو بتابونه و کسایی که به عیسی مسیح ما میارند اونا هم شاهدان مسیح میشن و نور مسیح رو دریافت میکنن و منعکس میکنن در دنیا و ولی یه, یه زمانی رو خداوند تعیین کرده که در زمان آخر اسرائیل پادشاه کهنه خواهد بود بر روی زمین زمانی که اسرائیل ایمان خواهند آورد به ایسای مسیح در زمان آخرین اتفاق خواهد افتاد و رسولان این ایمانداران اومدن پرسیدن و به عیسی مسیح گفتن آیا در این وقت در همین زمان ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت یک کنفرانس پیشگویی انگار شروع شد کنفرانس نبوتی ولی این کنفرانس نبوتی ببینیم به چی تبدیل شد به دیشان گفت عیسی مسیح به دیشان گفت از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید این به شما میگه ربطی نداره این زمان در دست پدره نه در دست شما شما نیاز نیست که از زمان آخر از زمانی که اسرائیل امت پادشاهی و کهنه خواهد بود نیاز ندارید که راجب اون فکر کنید این زمان رو بخواید به دست بیارید در فلان تاریخ عیسی مسیح بازگشت میکنه در فلان تاریخ اسرائیل اون موقع میشه امت کهنه نه نه میگه این زمان به شما رفتی نداره میگه در دست پدره ولی عیسی مسیح در آیه هشت ببینید چی فرمود لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان گفت شما روح القدس که میاد شاهدان من خواهید بود به شما رفتی نداره چه زمانی من بازگشت میکنم در دست پدره ولی شما مأموریت دارید. کنفرانس نبوتی تبدیل شد به کنفرانس میشنز یا مأموریتی. کنفرانس مأموریتی. میگه شما مأمور هستید. مأموریت دارید. مأموریت شما اینه که باید برید به همه دنیا شهادت بدید. از کار من پس بیای دعا کنیم و با دعا آغاز کنیم. خدامند شکرتیم برای کلامت. خداوند برای مأموریتی که به ما سپردی. خداوندا کمک کنی که وظیفه خودمون رو به درستی انجام بدیم تا زمانی که تو بازگشت می‌کنی ما رو در مأموریت ببینی و خداوندا بتونیم با اعتماد در حضور تو بایستیم و خجل نشیم برکت بده به این پیام خداوندا با کسایی که خداوند دارن این پیام رو تماشا می‌کنن خداوندا و می‌شنون با قلبشون خداوند صحبت کن خداوند کمک کن بتونن مطیع کلام تو باشن در این لحظه به نام عیسی مسیح آمین عنوان پیام امروز هست شاهد عالی چه کسی میتونه شاهد عالی خداوند باشه شاهدان کاذب هستند شهادت کاذب میدند ولی شاهد راستین هستش شاهد چه کسی میتونه شاهد راست و همچنین شاهد عالی باشه برای خداوند چون عیسی مسیح مأموریت داد ما یاد گرفتیم از اعمال رسولان باب یکم آیه هشت عیسی مسیح فرمود لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود چه نوع شاهدی؟ آیا میخواین شاهدی باشید که شهادت ندید؟ کمکاری کنید؟ ضعیف باشید؟ یا میخواین شاهد عالی باشید؟ که بتونید شهادت خوبی رو در زندگی خودتون درست کنید و شهادت خوبی رو از عیسی مسیح به دیگران اعلام کنید سه تا نکته دارم از شاهد عالی بودن اولین نکته قوت خدا برای شاهد بودنه دوستان ما نمیتونیم شاهد عیسی مسیح باشیم در توانایی ما نیست ولی خداوند ببینیم چی فرمود فرمود در آیه هشت لیکن چون روح بر شما می آید قوت خواهید یافت واژه قوت در زبان یونانی دیناموسه دیناموس واجه ای استش که عبارت دینامیت ازش برگرفته شده دینامیت دینامیت برای چی به کار برده می برده میشه؟ برای اینکه یه ساختمان خرابه رو یه ساختمان کهنه رو بخواین تخریب کنید یه آپارتمان بلند و, و محکمه میخواین تخریبش کنید اگه حساب کنید خودتون بخواین بیل و کلنگ رو وردارید و بخواین این ساختمان این آپارتمان بزرگ رو تخریب کنید تا بتونید از نو بسازید نمیتونید شاید سالیان سال طول بکشه شاید نتونید این کار رو تنهایی انجام بدید ولی اگه از دینامیت استفاده کنید ظرف یک ثانیه اون ساختمان تخریب خواهد شد و کار شما بسیار آسان خواهد شد بنابراین کاری که شما نمیتونید انجام بدید دینامیت برای شما خیلی به سادگی انجام میده دوستان ما هم نمیتونیم با توانایی خودمون با قدرت خودمون با استعدادهای خودمون نمیتونیم شاهد مسیح باشیم نمیتونیم شهادت بدیم چون این کار کار سختیه نیاز به شجاعت داره بعضی از ما شجاع نیستیم نیاز به حکمت داره بعضی از ما حکمت و دانش نداریم و نمیدونیم حرف زدن رو بلد نیستیم بنابراین نمیتونیم شهادت بدیم شاهد موثر نمیتونیم باشیم در توانایی ما نیست خیلی از ما ضعیف هستیم، میگید که من, من نمیتونم شهادت بدم چون خجالت میکشم تا با مردم صحبت کنم ارتباط برقرار کنم من خجالتی هستم خب درسته منم خجالتی هستم این مشکل مشکل نیستش عیسی مسیح نگفت که اگر خجالتی نباشید اگر آدم دانشمندی باشید تحصیل کرده باشید شاهدان من خواهید بود نه عیسی مسیح فرمود من به شما روح القدس رو خواهم داد که روح القدس که میاد شما قوت دیناموس قوت الهی رو قوت روح القدس رو خواهید یافت که کاری که شما نمیتونید انجام بدید روح القدس توانا خواهد کرد یعنی این قوت یعنی توانا ساختن قادر کردن معنی این عبارت قوت همینه یعنی قادر کردن ما قادر نیستیم شاهد عیسی مسیح باشیم اما خداوند از طریق روح القدس ما رو قادر خواهد کرد توانا... توانایی به ما خواهد داد کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم عیسی مسیح برای ما از طریق روح القدس انجام خواهد داد پس روح القدس ما را با ایجاد علاقه قادر میکنه اولین نکته آره قوت خدا برای شاهد بودن نکته اوله ولی چجوری خداوند به ما قوت میده روح القدس چجوری این توانایی و قادرسازی رو در ما انجام میده اولین نکته روح القدس با ما را با ایجاد علاقه قادر میکنه یعنی چی؟ به عنوان مثال شما به عنوان شخص مسن شاید براحتی بتونید با نوجوانا با کودکان رابطه برقرار کنید کودکان و نوجوانان خیلی خوششون میاد از شما موقعی که صحبت میکنید باهاشون دوست دارن که از شما بشنون خیلی علاقه علاقه‌مند هستن به شما این نوجوانان و کودکان و شاید برعکس شاید شما جوون هستید و خیلی علاقمند هستید که با افراد مسن با پیرمردها و پیرزنا رابطه خوبی دارید باهاشون خیلی راحت هستید راحت باشین صحبت میکنید اونا هم خیلی راحت هستن که با شما صحبت کنند این چیزی هستش که دوستان خداوند به شما داده همچین توانایی رو به شما داده که بتونید با افراد متفاوت ارتباط برقرار کنید و میتونید باشید صحبت کنید و خداوند همچین کاری انجام میده یه علاقه ای رو درست میکنه که مردم به ما علاقه میشن چون اگه بخواین با کسی صحبت کنید بشارت بدید مردم علاقمت نخواهند بود همینجوری مستقیما مگر اینکه یه ارتباط خوبی باشه یه زمینه ای رو درست کنید تا اون مردم بتونن با شما ارتباط داشته باشند بتونند به شما گوش بدند و این کار رو خداوند از طریق روح القدس انجام میده خیلی از کشیشان رو میشناسم بعضی از مبشرین رو میشناسم یکی دوتاشون توی کلیسای ما هستند و خدمتشون به نوجوانانه خیلی راحت شوخی میکنند با نوجوانای کارهایی میکنند توی موز وسط موزه کردن میبینید از چیزها از اسباب بازی و چیزها استفاده میکنند و شوخی میکنند یه جورایی خودشون رو تبدیل میکنن به یه شخص نوجوان و میتونن با نوجوان رابطه برقرار کنند و اون هم گوش میدن و لذت میبرن میخندن و بعد موزه که میکنن انجیل رو اون نوجوان چون از قبل تونستن وصل بشن میتونن راحت گوش بدن و و بعد ملزم میشن مجاب میشن از گناهانشون و ایمان میارند نجات پیدا, پیدا میکنند و خداوند اینجوری در زندگی این اشخاص کار میکنه علاقه و انگیزه درست میکنه در زندگیشون بین افراد متفاوت و اینا میتونن به دیگران بشارت بدند همچنین روح القدس ما را با ایجاد شهامت قادر میکنه شهامت میده شاید بگید که من شهامت ندارم من آدمی نیستم که بخوام برم با دیگران صحبت کنم برم بهشون بشارت بدم میترسم من میترسم خجالت میکشم شاید این حرف رو بزنید و بگید که در توانایی شما نیست خب این انگیزه این روحیه از خداوند نیست دوم تیموتائوس باب یکم آیه هفت میگه زیرا خدا روح جبن یعنی روح ترس را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تعدیب را خداوند به ما روح ترس نداده که بترسیم خجالت بکشیم من آدم پرشهامتی نیستم راستش بخواین خیلی از ما نیستیم ولی روح القدس ما را توانا میکنه میگه خداوند روح قوت به ما داده روح همون دیناموس روحی که به ما توانایی میبخشه قدرت میبخشه که شاهدان مسیح بشیم پس میبینیم خداوند در ما شهامت ایجاد میکنه خیلی موقع من خواستم برم بیرون بشارت بدم یا رفتم توی یه کلیسایی دعوت شدم که بخوام موزه کنم خیلی ترس داشتم دل هوره داشتم و این روح میدونستم از،, از خداوند نبود و دعا کردم گفتم خداوند من قادر نیستم این گروه رو این کلیسا رو کلیسای بزرگی هستش آدم های زیادی توش هستش من من قادر نیستم بتونم موزه کنم به افکارشون رو عوض کنم که به تو نزدیک بشن خداوند من نمیتونم خداوند بهت نیاز دارم کمکم کن بارها دعا کردم و رفتم اونجا موقعی که موضع کردم یا بیرون بشارت دادم بارها قدرت روح القدس رو تجربه کردم خداوند واقعا در اون لحظاتی که ضعیف بودم و احساس ضعف به هم دست داده بود خداوند دیدم نمایان شد دیدم اه این من نیستم دارم بشارت میدم و موزه میکنم یه روحی در من استش بله یه شخصی در من استش روح القدس شخص خداوند در منه و منو قادر کرده که بتونم موضع کنم بتونم بشارت بدم چرا چون روح القدس به ما شهامت میده قوت میده عیسی مسیح وعده داد چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت و قوت که پیدا میکنید چه اتفاقی میافته شاهدان من خواهید بود شا... قوت خدا برای شاهد بودن روح القدس ما را با ایجاد دلسوزی قادر میکنه در در قلب ما محبت و دلسوزی ایجاد میکنه نسبت به دیگران تا بتونیم بهشون آ... شهادت بدیم شا... شاهد مسیح باشیم خب خیلی از ما دلسوز نیستیم بعضی از ما محبت نداریم نسبت به دیگران موقعی که یه شخص فقیر رو میبینیم شاید مسخره میکنیم و, و توی دلمون حقیرشو میکنیم به جای اینکه دلسوزی کنیم این از خدا نیست از شیطانه ما باید دلسوزی کنیم و خداوند وعده داده که همچین روحی رو به ما بده در کتاب یهودا آیات 21 تا 22 رو میخونیم رساله یهودا آیات 21 و 22 میگه خیشتان را, خیشتن را در محبت خدا محفوظ دارید خیشتان را در محبت خدا محفوظ دارید میگه بذارید محبت خداوند در دل شما باشه حفظ بشه محبت خدا نه محبت خودتون چون ما محبت تب... به طور طبیعی ما محبت نمی کنیم دیگران رو ما دوست داریم که دیگران شکست بخورند یا فقیر هستن حقیرشون میکنیم به جای اینکه دلسوزی کنیم محبتشون کنیم خیلی از ما میگه خیشتن را در محبت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیسی مسیح برای حیات جاودانی بوده باشید و بعضی را که مجادله میکنند ملزم سازید و بعضی را از آتش بیرون کشیده برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از لباس جسم آلود نفرت نمایید میگه و بر بعضی با خوف رحمت کنید همین رحمت دلسوزی محبت خداست میگه بعضی رو رحمت کنید بهشون رحم کنید دلسوزی کنید یه کشیشی بود میگفت که آه، توی سوپرمارکت بود توی شاپینگ مال شاپینگ سنتر بود و داشت میرفت دید که یه زنی بود ایستاده بود با سه تا دختراش دختراشون چهار پنج سالشون بود میگه داشتم رد میشدم و به این دختره دختر چهار ساله گفتم سلام و اینم برگشت به من گفت سلام اصل منو اصل خطاب کرد و من خندیدم یه جورایی میگه رفتم دستشویی و موقعی که توی دستشویی بودم داشتم میومدم بیرون یه هو روح توی قلبم گذاشت گفت برو دلسوزی کن نسبت به اون خانواده یه مادر با سه دخترا برو باشون صحبت کن میگه رفتم بهشون صحبت کردم باشون صحبت کردم بهشون بشارت دادم و, و داشتم گوش میدادن میگه این من نبودم من آدم دلسوزی نیستم این کشیش میگفت من آدم دلسوزی نیستم زیاد زیاد به طور طبیعی محبت ندارم نسبت به دیگران ولی روح توی دلم گذاشت که برم با اون خانواده ای با اون بیوه زن با سه تا دخترش صحبت کنم دلسوزی کنم اینجوریه که خداوند دلسوزی ایجاد میکنه در قلب ما نسبت به دیگران تا بتونیم بشارت بدیم بعضی را میگه رحمت کنیم و آتش بیرون کشیده مردم دوستان راهی آتش جهنم هستند به خاطر گناهانشون و ما شاهدان عیسی مسیح هستیم ما باید بشارت بدیم تا مردم بتونن بشنون انجیل رو چگونه میگه ایمان بیارن مگر اینکه اول بشنوند چجوری بشنوند مگر اینکه اول فرستاده بشند و وضع کنند چجوری وضع کنن مگر اینکه اول فرستاده بشن و چجوری فرستاده بشن مگر اینکه اول حمایت بشن باید کلیسا حمایت کنه بفرست خادمین رو این شاهدان برن بشارت بدن وز کنن انجیل عیسی مسیح رو و بعد مردم بتونن بشنون ایمان بیارن و نجات پیدا کنن از جهنم وظیفه ما وظیفه سختی دوستان ولی خداوند وعده داده که ما را قادر کنه که این وظیفه رو به خوبی انجام بدیم و روح القدس ما را با ایجاد خوشی خوشی در زندگی شادی و خوشی قادر میکنه ما رو خوشحال میکنه خداوند زندگی ما رو عوض کرده اگر مسیحی شدید و از جهنم نجات پیدا کردید میدونید میدونید که شما فرزند خدا شدید زندگیتون عوض شده این رو میدونید مخصوصا اون اوایل ایمانتون چقدر خوشحال بودید امیدوارم که این خوشی رو تا به امروز داشته باشید ولی امکان داره که در گناه زندگی کنید و این خوشی روح القدس رو از دست بدید. یه شخصی در کتاب مقدس از شخص مهم که خوشی خداوند رو با گناه از دست داده بود و دعا کرد، توبه کرد. این شخص داوود نبیه. داوود نبی خداوند عوضش کرده بود، نجاتش داده بود ولی با زن همسایه زنا کرد. زنا کرد و این باعث شد که خوشی خدا خوشی نجاتش از بین بره زندگیش پر از دردسر شد افسردگی اومد سراغش مصیبت اومد خوشی رو از دست داده بود داوود در باب پنجا و یکم مزمور میخونیم مزمور پنجا و یکم آیات دوازده تا سیزده میگه شادی نجات خود را به من بازده بازده. یعنی قبلا داشتم ولی از دست دادم میگه باز دوباره این شادی رو, شادی رو به من بده خداوندا شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تأیید فرما آنگاه میگه موقعی که شادی رو به دست آوردم دوباره چه اتفاقی میفته آنگاه طریق تو را خداوندا طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود یعنی میگه اون موقع میرم بشارت میدم شاهد تو خواهم بود بعد گناهکاران توبه میکنند به تو ایمان میارند و نجات پیدا میکنند میگه شادی نجات خود را به من بازده آیا شادی و خوشی نجات رو دارید؟ اگه نه میتونید با داوود توبه کنید بگید خداوندا من توبه می کنم از گناهانم از, از این زندگی خودمهوری که دارم خداوند عوضم کن به من اون خوشی نجات رو دوباره بده تا بتونم خوشحال باشم در زندگی شاد باشم دوستان اگه گناهانتون بخشیده شده و راهی بهشت هستید باید شاد باشید چون ابدیتتون تضمینه فرزند خدا هستید باید خوشحال باشید همیشه نباید چیزی شما رو بلرزونه و بترسونه نباید این مصیبت های دنیا مشکلات این دنیا که طبیعیه نباید اجازه بدید که شما را بترسونه و افسردتون کنه باید شاد باشید چرا چون ابدیت شما تزمینه چون آینده شما درخشانه شما در بهشتی خواهید بود که اونجا مشکلات نیست اونجا ترس نیست مرگ نیست درد نیست ناله نیست باید خوشحال باشید پس با داود میتونی توبه کنی خداوند و این شادی نجات منو دوباره به من بازگردان و خداوند مسلمن این کار خواهد کرد که میتونید دوباره شادی کنید سرود بخونید برای خداوند و پرستش کنید پس نکتی اول برای شاهد عالی بودن قوت خدا برای شاهد بودنه باید اول قوت خدا رو داشته باشید و الا شما در تواناییتون نیست که بتونید شاهد مسیح باشید شما نمیتونید من نمیتونم هیچ کدوم از ما قادر نیستیم که به دیگران راه خداوند رو تعلیم بدیم چون خودمون باید اول عوض بشیم روح خداوند, خداوند باید در ما باشه قوت خداوند رو باید داشته باشیم تا بتونیم شاهد مسیح باشیم چون روح القدس به ما توانایی میده ما را قادر میکنه دو نکته دوم نقشه خدا برای شاهد بودنه خداوند چه نقشه ای داره که ما شاهدش باشیم آیه هشت دوباره اعمال رسولان باب یکم آیه هشت میگه لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و این نقشه خداست میگه شاهدان من خواهید بود میگه شما شما ایمانداران که روح القدس رو به دست میارید شاهدان من خواهید بود این نقشه خداست خداوند از چیزهای دیگه استفاده می... نمیکنه از اشخاص دیگه استفاده نمیکنه نمی خداوند از انسان از شما از ایمانداران از من استفاده میکنه بیایید اعمال رو بخونیم اعمال باب ده اعمال باب دهم ده و آیات یک تا 6 رو میخونیم که اینجا کورنیلیوس که یه شخص رومی بود و خدا ترس بود یه فرشته بهش ظاهر میشه ببینید چی, چی اتفاقی افتاد اعمال باب دهم ده آیات یک تا شیش میگه و در قیصریه مردی کورنیلیوس نام بود کورنیلیوس نام بود یه شخص رومی یوزباشی فوجی که به ایتالیانی مشهور است این شخصی افسر بود یه،, یه سرهنگ بود میتونیم بگیم افسر نظامی بود و او با تمامی اهل بیتش متقی و خدا ترس بود که صدقه بسیار به قوم میداد به قوم اسرائیل صدقه میداد خدا ترس بود میدونست که خدای اسرائیل خدای حقیقی بنابراین صدقه میداد از پول خودش حمایت میکرد معبد رو و پیوسته نزد خدا دعا میکرد دقت کنید این شخص حقجو بود دنبال خدا بود گرچه رومی بود و بی خدا بود خدا نداشتن رومیان ها رو پرستش میکردند ولی این شخص خدا ترس بود صدقه میداد نزد خدا دعا می کرد ببینیم چه اتفاقی افتاد چه داستان،, داستان که نه یه واقعیت زیبایی زندگی این شخص میگه روزی نزدیک ساعت نهم فرشته خدا را در عالم رویا آشکارا دید که نزد او آمده گفت پس تو رویا فرشته رو دید که نزدش آمده گفت ای کورنلیوس آنگاه او بر وین نیک نگریسته و ترسان گشته گفت چیست ای خداوند به وی گفت دعاها و صدقات تو به جهت یادگاری به نزد خدا برآمد. فرشته میگه دعاهای تو نزد خدا, خدا اومده صدقه ای که میدی نزد خداوند اومده خداوند میبینه دعای تو رو صدقات تو رو میبینه و خداوند میخواد کاری انجام بده میگه اکنون این کار رو باید انجام بدی اکنون کسانی که به یافا کسانی به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را طلب کن که نزد در باقی شمعون نام که خانهش به کناره دریاس مهمان است او به تو خواهد گفت که تو را چه باید کرد فرشته بهش ظاهر میشه میگه برو یه شخصی بفرست نزد شمعون ملقب به پتروس که پتروس به تو خواهد گفت که چه کاری باید انجام بدی حساب کنید اگه من باشم من, من, اونجا نشستم و فرشته بهم به ظاهر شده من میخوام نجات پیدا کنم از جهنم میخوام حیات جاودان به دست بیارم میخوام مطمئن بشم که بعد از مرگ راهی بهش خواهم بود فرشته میاد به من ظاهر میشه میگه افشین میخوام که یه شخصی رو بفرستی به فلان شهر به شهر یافا و یه شخصی به اسم شمعون ملقب به پتروس رو پیدا کنه اون شخص و بیاره که اون شخص به تو خواهد گفت که چه کاری باید انجام بدی اگه من باشم میگم فرشته جون من میخوام از زبان تو بشنوم خودت به من بگو خودت به من بگو که چجوری میتونم از جهنم نجات پیدا کنم ولی فرشته نمیتونه خداوند فرشته ها رو معمور نکرده که بیام بشارت بدن در واقع در کتاب پتروس میخونیم رساله پتروس میخونیم که فرشته ها علاقه مند هستن دوست دارن که این چیزها رو این نجات رو بدونن به این چیزها میخوان نگاه کنن ببینن چجوریه چون فرشته ها نجات پیدا نکردن از،, از جهنم چون گناهکار نیستن که بتونن نجات پیدا کنن و نمیتونن درکش کنن معنی نجات رو نمیدونن پس فرشته ها نمیتونن صلاحیت ندارن که بشارت بدن برای همین فرشته یه برو یه شخصی رو به اسم شمعون پیدا کن پتروس او به تو خواهد گفت که چه کاری باید انجام بدی دوستان نقشه خدا چیه برای شاهد بودن نقشه خدا شما هستید نقشه خدا من هستم خداوند میخواد از من و شما استفاده کنه و پتروس رفت به کورنلیوس بشارت داد القدس اومد در کورنلیوس و اهل خواهنش در همشون که شنیدن ایمان آوردن روح‌القدس رو دریافت کردند و قوت یافتند خداوند نجاتشون داد پس نقشه خداوند دوستان برای نجات، برای شاهد بودن شما، شما هستید خداوند از پول استفاده نمی‌کنه از فرشته‌ها استفاده نمی‌کنه از استعدادهای ما استفاده نمی‌کنه خداوند از مادیات استفاده نمی کنه خداوند از شما نقشه خداوند پول نیست گرچه خیلی ها پول میدن به کلیسا و میتونه کمک کنه ولی پول نمیتونه کسی رو نجات بده فرشته ها نمیتونند اما شاهدین خود دوستان اگر شما به خونواده خودتون بشارت ندید خانوادهتون همشون راهی جهنم خواهند شد بدون استثنا میدونم خانوادتون شاید پدرتون مادرتون خیلی آدم خوبی هستند ولی در نظر شما خوب هستند در نظر خداوند همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستند همه نیاز به نجات دارند همه بدون استثناء راهی جهنم هستند به خاطر گناهانشون و خداوند دوستشون داره و راه نجات رو گذاشته برای همه انسانها و این راه نجات تنها یه راهه عیسی مسیح که فرمود من راه راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد نقشه خدا برای انسان ها چیه شما که شما باید شاهد باشید عیسی مسیح فرمود موقعی که روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در کجا سومین نکته مکان خدا برای شاهد بودن پس اولین نکته قوت خدا برای شاهد بودن قوت روح که به ما در زندگی ما شهامت ایجاد میکنه در زندگی ما علاقه ایجاد میکنه قادر میکنه ما رو در زندگی ما خوشی ایجاد میکنه و دلسوزی ایجاد میکنه محبت خداوند رو ما رو قادر میکنه از این طریق تا بتونیم شاهد عیسی مسیح باشیم و بشارت بدیم و همچنین نقشه خدا رو یاد گرفتیم برای شاهد بودن نقشه خدا فقط شاهدین عیسی مسیح ایماندارا هستند نه فرشته ها نه پور، نه چیزهای دیگه ما ایماندارا شاهدان عیسی مسیح هستیم و سه نکته آخر مکان خدا برای شاهد بودن یعنی کجا باید بریم شهادت بدیم بشارت بدیم کدوم شهر کدوم محله اینجا در اعمال باب یکم آیه هشت دوباره میخونم خدمتتون میگه لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در کجا در اورشلیم رسولان ایمانداران در اورشلیم بودند یعنی در شهر خودتون و تمامی یهودیه یهودیه جایی بود استانی بود که اورشلیم درش قرار بود یعنی در کل استان باید شهادت بدید و سامره سامره کجاست سامره جایی که دوست ندارید برید یهودیا از سامریا نفرت داشتند سامره خارج از استان یهودا بود خارج دورتر بود و سامریان نجس بودند در نظر یهودیا و یهودیا دوست نداشتند سامریا رو یعنی سامره کجاست یعنی جایی که دوست ندارید برید آیا جایی هستش که اصلا دوست ندارید برید اونجا خدمت کنید خداوند میگه که باید برید در اورشلیم در یهودیه و سامره سامره رو هم فراموش نکنید چرا چون خداوند اونا رو آفریده اونا رو هم دوست داره و میخواد اونا هم نجات پیدا کنن مثل شما که خداوند شما رو دوست داره خداوند سامریان رو هم دوست داره میخواد اونها هم نجات پیدا کنن و تا اقصای جهانی عیسی مسیح فرمود مکان خدا برای شاهد بودن کجاست همین جایی که هستیم از همین همینجا شروع میکنیم میریم تا عکسای جهان یعنی میریم تا آمریکا تا آفریقا استرالیا آسیا تمامی دنیا میریم همه جای دنیا سامره امتا تا حتی جایی که سخت جایی که دوست نداریم رفاه توش نیست جایی که امنیت توش نیست جایی که سخت برای زندگی اونجا هم اگه شما نباشید مردم اون اهالی راهی جهنم خواهند شد دوستان خداوند همه رو دوست داره زیرا خدا جهان را نه فقط ایرانیا رو نه فقط ها رو نه فقط اروپایی ها رو زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد اون کسایی که ایمان میارن به عیسی مسیح حیات جاودان به دست میارن اما اگر شما نرید شاهد عیسی مسیح نشید شهادت ندید در تمامی نقاط دنیا ولی باید از جایی که هستید از اونجا شروع کنید کسایی که در چیزهای اندک امین هستند در چیزهای بزرگ گماشته خواهند شد شاید جایی هستید که زندگی براتون سخته و و شما رو تمرکز شما رو به هم زده و حتی نمیتونید بشارت بدید چون شما گم شدی در اون مشکلاتتون تمرکز دارید به اون مشکلات زندگی دعا می کنم که همچین افکاری نداشته باشید دعا می کنم که خداوند افکارتون رو عوض کنه زندگیتون رو عوض کنه بدونید که شما شاهد مسیح هستید شاهدان نباید حواسشون پرت بشه به چیزهای این دنیا به مادیات این دنیا به مشکلات این دنیا مشکلات هستش باید دعا کنید بسپارید به خداوند بگید خداوند من نمیتونم این بار سنگینیه که اجازه نمیده که من شاهد تو باشم بشارت بدم خداوند این مشکل رو واگذار میکنم به تو تو از این مشکل من خداوند حمایت کن تأمین کن مشکل من رو نیازم رو برآورده کن خداوند به تو میسپارم ولی من در وظیفه خودم در مأموریت خودم خواهم بود و میرم بشارت بدم دعا میکنم که همچین عقیده ای داشته باشید و شاید خداوند شما رو میخونه به جایی به شهری به کشوری که سخته آسون نیست شاید در کشوری هستید که زندگی براتون سخته آسون نیست ولی خداوند شما رو اونجا گذاشته به یه هدفی نقشه داره خداوند برای شما بیدلیل نیست که شما اونجا هستید حتی اگه شما با خواسته نفسانی خودتون اونجا رفتید خداوند خداوند کاملا حاکم زندگی شماست حاکمیت داره خداوند اجازه داده که شما اونجا باشید تو اون شهر تو این کشور باشید شاید اونجا مشکلات دارید وظیفه شما اینه که شاهد مسیح باشید این نقشه خداست نقشه خدا برای شاهد بودن شما هستید نه فرشته ها نه اشخاص دیگه دعا میکنم که با خداوند موافقت کنید دل خداوند رو داشته باشید و شاهد, شاهد ایسای مسیح باشید این در توانایی من و شما نیست ولی خداوند وعده داده که زمانی که دعا می زمانی که از روح القدس پر میشیم شاهد مسیح خواهیم بود قوت خواهیم یافت دعا میکنم که این کار انجام بدید و شاهد ایسای مسیح باشید خدا بهتون برکت بده بیاید دعا کنیم و خاتمه بدیم خداوند هم برای این توانایی و قادرسازی که خداوند توسط روح القدس در زندگی ما به وجود آوردی خداوند ما را توانا کردی از روح القدس خودت تا بتونیم شاهد تو باشیم در اورشلیم یهودیه سامره و تا اقصای جهان خداوند تو دوست داری که ما همه جای دنیا بریم بشارت بدیم خداوند کمک کن اگه جایی هستیم که دوست نداریم خداوندان افکار ما رو عوض کن که بدونیم که ما به یه هدفی اونجا اون در اونجا قرار گرفتیم تو ما رو اونجا گذاشتی تا شاهدان تو باشیم پس کمک کن که وفادار باشیم به تو شهادت بدیم تا زمانی که خداوند تو ما رو از اونجا عبور بدی به یه مکان دیگه که تو میخوای کمک کن به تو اعتماد کنیم و خداوند اهداف تو رو به سمر برسونیم و شاهدان تو باشیم به نام عیسی مسیح دعا می آمین خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو تماشا کردید اگه سوالی دارید اگر برکت گرفتید از این پیام اگر میخوایم مسیحی بشید و نمیدونید چجوری من در خدمتون هستم لطفا با شماره واتساب من تماس بگیرید به شماره واتساب کد آمریکا مثبت یک شماره 414 254 8365 خیلی ممنون و تا برنامه آینده خدا نگهدار شما